هر که از پا نشست از ما نیست، هر که از پا نشست از ما نیست، وان که از ما گذشت با ما نیست. شمع تا قصد سوختن نکند روشنی بخش و محفل آسا نیست. قطره هر چند پر صدا باشد، قطره هر چند پر صدا باشد، تا به دریا نرفته دریا نیست. تا به دقت افق نظر نکنی شب اول هلال پیدا نیست. همه اسباب معرفت جمع است، همه اسباب معرفت جمع است، بهر رفتن کسی مهیا نیست. جان سپردن به راه عشق وطن کار مزدور بی سر و پا نیست. جان سپردن به راه عشق وطن کار مزدور بی سر و پا نیست. اگر امروز متحد نشویم وقت کافی برای فردا نیست. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک شنوندگان ارجمند تلویزیون پاس در هر کجای جهان که باشند، برنامه در پهنه بیکران زبان فارسی رو از تلویزیون پارس می آوازیم. هفته گذشته، یعنی برنامه پیش، آقای زوکایی اینجا با من بودند و به مناسبت شب خرزاد که به نظر من بهترین اسم برای شب یلداست، شب خرزاد، چون در پارسی کهن هم به این شب میگفتن خرزاد، به دلیل اینکه هم میترا در این شب به دنیا آمده، چشم جهان گشوده، و هم از فردای اون روز روزی یکی دو دقیقه بر درازای روز افزوده می شده، به همین دلیل خورشید زاده شده بوده و مانند کودکی که اندک اندک بزرگ میشه، هر روز یکی دو دقیقه بر درازای فرمان روایی خورشید افزوده می شده تا به نوروز که می رسیدن همه کار ایرانی ها حساب داشته. به نوروز که می رسیدن شب و روز برابر می شدن. بعدها که تازیان آمدند و اینها رو یاد گرفتند از ما، چون اونا که با ماه کار می کردن، با خورشید کار نمی کردن، فهمیدن، اومدن نام گذاشتن برای خودشون. رو اول سال رو می گفتند تعادل و توازن بهاری، یا بهاری که نمی گفتن، می گفتن ربیعی، تعادل ربیعی، یعنی شب و روز مساویه. آغاز پاییز هم که میشد تعادل خزانی بود دیگه، اونم باز از ما یاد گرفته بودن. به هر روی، چون از آغاز زمستان، از روز یکم دی ماه، روزی یکی دو دقیقه بر درازای روز افزوده میشد، بهش اون شب رو گفتن خرزاد، که نام بسیار زیبایی هم هست. البته یلدا درست زبان سوریانیه، ولی مردمی که در زمان کهن در این بخش از آسیا، یعنی غرب آسیا، زندگی میکردن، در پهنه فرمانروایی امپراتوری ایران بودن، بنابراین این نام یلدا رو که از سوریانی ها گرفتن، بازم دارم میگم سوریانی درسته، سریانی غلطه. اینا بخشی از مثل لورها تیره های ایرانی بودن، کردها تیره های ایرانی هن، بلوچ ها تیره ایرانی هن، زبان هاشون هم مختلف دانزهی، منطقه اینا زبانشون آریاییه، ولی آکدی ها و سوریانی ها زبانشون سمتیک بوده و به این شب گفتن یلدا، یعنی تولد. اونا منظورشون
زایش خورشید بوده که بعدم میترا میاد که میشه زایش میترا. هرگز و هرگز زایش عیسی اصلا معلوم نیست. ببینید عیسی روشن نیست در چه تاریخی از سال، در چه زمانی از سال زاده شده. 200 سال پس از آمدن کیش ترسا، بعد کلیسا آمد گفت روز 25 دسامبر روز زایش مسیح. ولی همینجا هم باز ما میبینیم گروهی ترسایی هستن که 6 ژانویه رو تولد عیسی میگیرن، یعنی 12 روز بعد از اونی که کلیسا گفته، کاتولیکا قبول دارن. میبینید که برای عیسی روشن نیست چه موقعی زاده شده، اما مهر و میترا دقیقا معلومه که یا نیم شب یلدا، یا نیم شب خرداد، نیم شب اول زمستان چشم جهان گشته، یا 1 دی ماه، یعنی فقط 12 ساعت اختلاف بوده، نه 12 روز. بسیاری کسان هستن که روز 6 ژانویه رو جشن میگیرن و کریسمس میگن. باری چون اون هفته ما راجع به این مسائل سخن میگفتیم، امروز من ناگزیرم بسیاری از پرسش های انباشته شده ای که به وسیله نامه یا تلفن یا ایمیل برای من آمده و پرسیده شده پاسخ بگم. البته این هم فرق نمیکنه، یا تلفنی یا با نامه‌ای که من قبلا پاسخ دادم. فقط میگم هر کسی پرسشی داره به هر طریقی، یا با تلفن یا با فکس یا با نامه یا با هر چی که میدونه، میتونه پرسش بکنه، در فیسبوک هم اینطور، اما پاسخشون رو من در این برنامه میدم، در برنامه در پهنه بیکران زبان فارسی، و هر طریقی تلفن و پست و فکس و ایمیل و هر چی باشه پاسخشون رو من در این برنامه میدم. هم بعد دیگر هم میهنان هم گوش میدن میپرسن و بر آگاهیشون افزوده میشه، و هم خود اون پرسش کننده ها بدانند که در این ساعت و این روز پاسخ پرسشون ها داده میشه. سرور افلاکی از ایران، البته اسم کوچیکشون ننوشته ولی چون خودش نوشته اسم منو میتونید بگید، می نویسه آوید و آویده به معنای شد و شده است. اون بار یک آقای دیگه، یک سرور دیگه ای پرسیده بود که آویده یعنی چی، گفتم اتفاقا آویده نام ناآشنایی نیست، ولی در هر فرهنگنامه و در هر انسیکلوپدی که من نگاه کردم دیدم نامی نداره. حالا این آقا نوشته، آقای افلاکی، که آوید و آویده به معنی شد و شد است. سرور افلاکی، من نامه ها و تلفن های دیگری رو هم دریافت کردم که معناهای جالب و شگفت انگیز دیگری هم برای آویده گفتن. در این زمینه بسیاری اظهار نظر کردن که من اونها رو اصلا باور ندارم، برای اینکه نامهایی رو که معناهایی رو که دادن به آویده اصلا به شیوه دستوری و ساختاری واژه آویده نمیخوره. همین چند باوری هم که تا به حال گفتن باعث سرگشتگی دیگران خواهد شد. خان سرور مهرداد سائنا، سائنا تجسم کنید، سین و الف، الف تنها با صدای زیر، نون و الف، سائنا. پرسیده زبان ما پارسی است یا فارسی؟ پ داریم، با ف پ باید نوشت یا با ف؟ دلیل اون هم چیه؟ عجب پرسش جالبی. اولا من ازشون میپرسم
آیا فولاد درسته یا پولاد؟ ایشون پرسیده پارسی درسته یا فارسی؟ من میگم فولاد درسته یا پولاد؟ سفید درسته یا سپید؟ اسفند درسته یا اسپند؟ فیل درسته یا پیل؟ و و ده ها مانند اینها. نمیشه گفت کدومش غلطه. غلط نداره. چرا؟ چون هم پ در زبان فارسی ما داریم، هم ف. ما مثل زبان عرب ناقص نیست زبانمون، زبان ما کامله، به خلاف کسانی که زیر علم واژه های تازی سینه میزنن. زبان پارسی زبانی است کامل در این زمینه. حالا انگیزه هاشو بعد خواهم گفت. اول اینکه ما همه گویش های لغت از الف به پ ت س بری تا یه میتونیم در تلفظمون و در نوشتارمون استفاده کنیم، ولی عرب نمیتونه پ بنویسه، نمیتونه پ بگه، نمیتونه چه بگه، نمیتونه ژ بگه، نمیتونه گاف بگه. به این سرور میگم که چون ما هم پ داریم و هم ف، بنابراین دشواری نداره که هر دوشو بنویسیم. اما حالا بعد یه توضیح میدم. هر دوی اینها درسته، چون در زبان پارسی پ داریم ولی در زبان تازی پ نداریم، بنابراین بهتره که با شیوه ما بنویسیم که تازی ها نمیتونن و بنویسیم پارسی پ الف ر سین ی که اونا نمیتونن بر زبان بیاورن. دوم، سردار مهرداد نوشتن نام خانوادگی من سائناس، که براتون الان اسپل کردم، دیکته هیچی کردم. آیا سائنا رو با همزه باید نوشت یا با صدای زیر و الف؟ نوشت سا سین الف اینا. میگه از استادی که استاد زبان پارسی هم بود پرسیدم که نام خانوادگیم را چگونه بنویسم. ایشان نوشت سا اینا، یعنی سین الف، الف با صدای زیر، نون و الف، که کاملا درسته و نشون میده که اون استاد به کارش مسلط بوده، چون در پارسی امروزی ما همزه نداریم. بارها و بارها هم گفتم ما همزه نداریم. فراموش نکنید که نام سائنا به خط پهلوی ساسانی و به خط میخی هخامنشی به آسانی نوشته می شده، چون در آن خطا عرب ها انگل ما نشده بودن که بیان همزه رو در خط ما به کار ببرن. اما در پارسی امروزی چون در گویش ما همزه نیست، پس بهتره که به جای ا ما الف بذاریم با صدای زیر و یا یه بگیم، ساینا میتونیم بگیم، ساینا. همان گونه که نوشته میشه همان گونه هم خونده میشه. پس ساینا درسته. اگر نیاز بود که یه به کار ببریم، مانند نوشته یه که ما نوشته رو بعدش یه میذاریم، نه نوشته ای که همزه بذاریم، اینجا با یه باید بنویسیم نه با همزه. پس این داستان نام خانوادگی سرور مهرداد سائنام همینه. ببخشید، پرسش سوم هم ایشون داشته. من علت اینکه اون پرونده شو در اون زمان بستم این بود که سرور سائنام، من پاسخ شما رو چند بار دادم، نه تنها قبلا دادم بلکه اصولا خوشم نمیاد که وارد این جستار بشم، برای که بسیار جستار بد، چندشاور و احمقانه است. نه شما کارتون درست بوده. این داستانی رو که ساختن و اون اینه که ساختن هنگام تاختن تازیان به ایران، دو سردار پارسی در جنگ با تازیان دلاوری ها کردن. پس از پیروزی عرب ها، تازیان برای خراب کردن آنها نامشان را به صورت فحش در آوردن
نام آنها را دیوس و پوفیوز گفتند. سرور از شما به دوره که چنین باوری رو، چنین سخنی رو، چنین گفتاری رو، چنین یاوهی رو باور کنید. نخست اینکه این داستان از آغاز بی‌پای است، از آغاز ابلهانه است، از آغاز کینه توزان است و این بازی ها رو یا جمهوری اسلامی در آورده تا از هم ریختگی در اندیشه های زبانشناسا و زبان ایرانی ها حالتی رو، بخشی رو پدید بیاره. دوم این که در زبان پهلوی ساسانی ما بند واژه سه نقطه نداریم. سوم این که شیوه واژه نشون میده که تازیه. دیوس با سه نقطه تازیه. چهارم این که روشن نیست که این پژوهشگر دیوانه چگونه این دروغ رو اختراع کرده که قبل از این دو دهه و دو سده و ده سده در هیچ نوشته ای ما این رو نمیبینیم که در حمله مغول این در حمله عرب ها این سردارها بودن. حالا چطور یهو آقا یادشون افتاد؟ نجانم. هر دو واژه تازیه و لایق ریشه سازندگان این دروغ. ضمناً چگونه شما سرور ساینا، مرداد ساینا، که در نامه خودتون از نام ساینا احساس شک میکردید و میگفتید من نمیدونم که ریشه این چگونه هست و من به این سادگی ها چیزی خودتون گفتید که باور نمی کنم و به این باورها اعتقاد ندارم، خود شما گفتید، اما ناگهان این دو واژه پوفیوز و دیوس در ذهن شما اثر گذاشته. جالب نیست که یک آقای ولکن من نبود مرتب در فیسبوک هی می نوشه آقا صفحه فلان ده خدا رو برید نگاه کنید، نوشته سردار ایرانی دیوس بوده اسمش فلان بوده. بالاخره رفتم نگاه کردم. معمولا من این چیزا رو باور نمی کنم، کسانی که بدون توجه و آگاهی باشه وقتم رو صرف نمی کنم، ولی گفتم نه ببینیم چی نکنه، خدای نکرده استاد ده خدا اشتباه کرده. رفتم دیدم اون نام از اون سردار دیوسه. دیوس یه بار هم گفتم در این برنامه یعنی خدا، شبیه خدا، چون وس و وش یعنی مثل سیاوش، یعنی شبیه، مانند. پس دیوس یعنی شبیه و مانند خدای روشنایی. این آقا دیوس رو در کتاب ده خدا دیوس خونده، اشیاء قصه هم ساخته. اون سردار ایرانی دیوس اسمش بود. پس این هم روشن شد. سرور یا سرکار بانو که اسمشو هرگز ننوشته، اصلا خالیه، میپرسه من نام دخترم را میخواهم کیانا بگذارم، آیا کیانا همان کیان است یا نه؟ دوم، در یکی از سایت های تجزیه طلب ها خواندم که زبان پارسی برای مفاهیم علمی امروز ناکارآمد است. خب معلوم یارو تجزیه طلبه، چی میخوای بنویسی براتون؟ حالا من پاسختونو میدم. اولا در مورد کیانا، کیانا نام پارسیه، اون الفی که در آخرشه به شیوه پسوند و پیشوند و پسوند و واژه گذشته، زمان هخامنشیان و اشکانیان کیانا گفته میشه. اون الف جایی است، شما آپادانا میگید، این آپادانا همون آبادانیه، پ رو تبدیل کردیم به ب، الف هم همون یس. شما پسوند الف رو هر جا بردارید از نظر نوشتار قدیمی یه جاش بذارید درسته. آپادانا آپادانی، کیانا کیانی. کیانی هم یعنی وابسته به بزرگان، وابسته به شاهان بزرگ. البته کاملا شبیه، کاملا معنای شاه رو نمیده، بلکه معنای بزرگ میده. خب وقتی معنای بزرگ میده، خب به شاه هم اطلاق بشه، همانطور که در چادرهای شاهان زمان جنگ رو بهش میگفتن خرگاه،
خرگاه یعنی جایی که خر هست اونجا. الان این خر ما اومدیم روی این الاغ روی حیوان گذاشتیم. خر یعنی بزرگ. خر یعنی بزرگ. خرگوش یعنی کسی که گوشش بزرگ، جانوری که گوش بزرگی داره. بنابراین خرگاه هم یعنی جای بزرگان. پس کیان به معنی بزرگ هست و به معنی شاه هم به کار رفته، کیانا هم درسته، هر دوش درسته. اما در مورد اون سایتی که میگید تجزیه طلب ها گفتن که زبان فارسی کارآمد نیست، من از شما پرسشی دارم. به اون آقا بگید که، یعنی پیشنهادی دارم، پرسش نیست، به اون آقا بگید که از دانش کیهان شناسی و از دانش کامپیوتر تازه تر، علمی تر و پیشرفته تر دانشی داریم؟ نداریم. فیزیک، شیمی، ادبیات، نمیدونم فقه، الهیات، ایکس، ایگره، هر چی شما فکر کنی، این دانش های گذشته و کهنه. دانشی جدیدتر از کامپیوتر و فضاشناسی ما نداریم. تمام واژه های این دو دانش رو جانشین فارسیش براش گذاشتن. رایانه رو گذاشتن به جای کامپیوتر، کیبورد رو گذاشتن به جای تخت کلید، ماوس یا ماوس رو گذاشتن به جای، یعنی موشواره رو گذاشتن به جای اون. میبینید دیگه از این پیچیده تر نمیخواد. فرهنگستان زبان ایران جزوه ای چاپ کرد نزدیک به 200 اصطلاح کامپیوتری رو جانشین رو براش گذاشته بود. من داشتم اتفاقا، چون من کارم کامپیوتر نیست، اینو به یکی از این جوانانی که واقعا کمک میکنه به من در مسائل کامپیوتر اینا، و یه روز و دو روز و یه ماه و دو ماه و یه سال و دو سال نیست، الان 10 سال وقتش گذاشته رو هر چیزی که من نیاز دارم یا تکثیر کنم یا فلان، ایشون میاد بدون حساب، بدون هیچ گونه توقعی انجام میده. من این کتاب رو بهش دادم چون خیلی در کامپیوتر استاد و ماهره، تردسته، واقعا تردست. به درد اون خورد. تمام اصطلاحات کامپیوتری رو ایشون از این کتاب در آورد. اما در مورد فضاشناسی یا در به اصطلاح خودمون کیهان شناسی، به جای فضا گوشت کیهان، هرچند که در زبان پارسی به فضا در زبان پهلوی ساسانی گفتن اسپاش. اسپاش همونیست که انگلیس ها گرفتن کردن اسپیس. پهلوی ساسانی به فضا، به آسمان، به اونجاهایی که دیگه میرفت بالا و میدونستن به ستارگاه میرسن، اسپاش میگفتن. و بعد رفت به اروپا، انگلیس ها میگن اسپیس، و فرانسوی ها اصلا اسپاش میگن. به جای ماهواره گفتن ساتلایت، ببخشید عکسش، به جای ساتلایت گفتن ماهواره. به جای اون سفینه ماه که در ماه پیاده شد گذاشتن ماهنشین. چقدر زیباست ماهنشین. همین گونه ایستگاه فضایی، موشک، سکوی پرتاب موشک و و و و, و. کجای زبان ناقصه؟ کجا ناکار آمده؟ اون آقایی که اومده از کین توزی و اون حالت سخت دشمنی با زبان فارسی اینا رو گفته، زبان رو نمیشناخته. ما زبانمون زبان پیوندیه، یعنی زبان ما، یعنی به حدود 250 پیشوند داریم، 280 تا پسوند داریم، در حدود 10-20 تا میانوند داریم. اینا رو به آغاز یا پایان ریشه واژه ها، ریشه لغت ها، به افعال، ریشه افعال میچسبونیم، لغت جدید به دنیا میاد. ماهواره
پسوند واره رو به ماه چسبوندن شده ماهواره. حالا عرب نداره این پیوندی و پیشوندی نداره، عرب میگه قمر مصنوعی، قمر میذاره فقط مصنوعی و میگه قمر مصنوعی. ما میگیم نه، این ماهواره است، مثل گوشواره. به نعل اسب ایرانی ها میگفتن سمواره، سمواره یعنی وابسته به سم و شبیه سم. و از اینا بسیار داریم ما. حالا بنابراین در مورد علوم و دانش های پیشرفته، وقتی یک زبان زبان پیشوندی و پسوندی باشه، بسیار راحت میتونه لغت بسازه. میریم از دوست عجبن مهندس سپر خواهش میکنیم که آگهی ها رو پخش کنن، برمیگردیم هنوز و هنوز ما پاسخ بسیاری رو ندادیم و در اینجا خواهیم داد. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هم‌میهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها، روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. خب سرور انوشیروان قاف به جای از نام خانوادگی قاف گذاشتن، میپرسه آیا پیوندی میان واژه‌های ایرانی و یونانی که با پیشوند ا و الف و نون منفی میشن هست، مثل برنا و ابرنا؟ برنا یعنی جوان، ابرنا یعنی پیر. ایران و ان ایران، ایران یعنی ایران، ان ایران یعنی غیر ایرانی و مانند اینها. سرور نوشیروان بی گمان چنینه، زیرا زبان فارسی و زبان یونانی و نه تنها زبان فارسی و یونانی بلکه زبانهای اسپانیایی که اینا هر سه لاتینن، بعد فرانسه و انگلیسی و حتی آلمانی، در چارچوب زبان‌های ایندو یوروپیان یا ایندو آریان قرار دارن. اینا قسمت شرقیش و قسمت خاوریش و یعنی از افغانستان حساب کنید برید جلو تا نزدیک یونان، اینها ایندو ایرانیان یا ایندو آریان هم. از اونجا تا انگلستان ایندو یوروپیان میشن،
غربی میشن، ولی به طور کلی میگن زبانهای هند و اروپایی. به همین دلیل لغت هند و اروپایی نشون میده که ریشه اصلی از هند اومده. همون زبان سانسکریت رو میگن که زبان مادر زبان فارسیه، و بعد اومد در سرزمین ما شد ایندو ایرانیان، همینطوری رفت جلو و شاخه های مختلف شد و ایندو اروپایی رو تشکیل داد. بنابراین طبیعی کاملا اینها خواهر برادر هم است، چه زبانی فارسی، چه ایتالیایی، چه یونانی و و. اما دو بخش هم داره، دو نام داره. قسمت خاوری زبان ایندو اروپایی رو میگن ایندو آریان یا ایندو ایرانیان، قسمت باختریش رو میگن ایندو اروپیان یا ایندو اروپیان. حالا موضوع این است که زبان رو از کجا در یک خانواده میتونیم فرض کنیم. زبانهایی که دستور زبانشان، خوب دقت کن، دستور زبانشان شبیه همه از یک خانواده. دستور زبان پارسی من، تو، او، آن، ما، شما، ایشان، آنها، آنها با ایشان یا او با آنها فرق، با آن فرق داره. شما نمیتونید بگید من، میتونید بگید من پسرم رو بردم مدرسه و او رو به دست معلم سپردم و او رو، ولی نمیتونید بگید که من پسرم رو بردم مدرسه و آن را به دست معلم سپردم. عکسش هم درسته. شما میتونید بگید این کبوترها رو بردم بازار و آنها را فروختم، این درست. نمیتونید بگید کبوترها رو بردم بازار و ایشان را فروختم، نداری. میتونید بگید که همون آنها را فروختم. بنابراین از روی دستور، دستور زبان، ما میتونیم بگیم که این زبانها جزو کدوم خانواده. خانواده های زبانهای ایندو یوروپیان و ایندو ایرانیان یا هندو اروپایی به طور کلی 8 سیغه یا نهاد داره. ولی اینو مقایسه کنی با زبان سمتیک، زبان تازی، 14 سیغه داره که ما چه مکافاتی میکشیدیم این موقعی که در دبیرستان معلمه میگفت این رو این کتب کتب و کتب تو کتب تو نافلا تا آخر باید حفظ میکنم. نمیفهمیدیم چی هستن، میگفتیم یه نمره بگیری. آخرش هم انا نحنو، انا یعنی من، نحنو یعنی ما. به هر روی این شیوه دستوری میگه یک زبان به این به کدوم خانواده تعلق داره و مال اونه. بنابراین چون اونها همه ما فارسی و غیره جزء زبانهای هند و اروپاییه، عجیب نیست که اگر در زبان یونانی هم پیشوند ا و یا الف و نون در پیشوند بشه معنی رو عکس کنه. سرور انوشیروان قاف. سرکار بانو نیلوفر بنیاد، خانم نیلوفر بنیاد میپرسه آیا در شب یلدا به این دلیل فال حافظ میگیرند که حافظ مهری بوده؟ سرکار بانو بنیاد بله، بانو نیلوفر بنیاد، بیگمان چنینه بودن یاد حافظ در وجود کتاب و وجود کتاب حافظ در شب یلدا برای مهری بودن اوه، زیرا شب خرداد شب زایش مهره و حافظ هم مهری بوده. البته یک شاعر ایرانی تنها حافظ نبوده که مهری بوده. من وقتی بررسی میکردم حافظ رو در مورد کیش مهر، پی بردم اوه عراقی، نمیدونم حاتف اصفهانی، بعد حتی مولوی، اینا همه کیش مهر رو قبول داشتن و دلباخته کیش مهر بودن. حالا چه شیوهی، من
باور کنید شگفت انگیز برام، چگونه این کیش چنان شدید عبید زاکانی، هاتف اصفهانی، بعد حافظ شیرازی، نمیدونم مولوی رو، همه اینا رو گرفته در چنگش. یک کلام من ندیدم این در شعرهاشون، در چامه هاشون، این آدم ها بیان و ناسزا بگن به پیشوایان کیشمه، در صورت که پدر این درویشا رو در میارن، پدر آخوندا رو در آوردن، همینطوری مرتب علیه اینا حرف میزنن. نمیدونم چه شیوهی، البته من شیوه رفتارهای کیشمه رو نوشتم در اون کتاب حافظ و کیشمه، ولی چگونه بوده که اینها بر نمیگشتن؟ یعنی وقتی میرفتن چنان شیفته این تشکیلات میشدن که دلشون نمیومد برگردن و میموندن. و حافظ تا روزی که درگذشت همیشه عاشق و پیرو و واله و شیدای پیر مغان بود. این نشان دهنده اعجازی است در سیستم اداره یک کیش. به هر روی، بودن حافظ در شب خرداد روشنه، برای که مهری بوده. خب شب تولد مهرم است، بهترین شاعر اونیست که بذاره. دوم، چرا فال حافظ؟ سرکار خانم نیلوفر نوشتن آیا فال به این دلیل میگیرن که مهری بوده؟ البته حافظ رو به این دلیل میگن، اما فال رو بگم، من خودم به شخصه مطلقاً به فال و تفعول، حالا مال حافظ، مال هر کی، هر جوری میخواد، به تسبیح، مسبیح، هر چی باشه، کاملا مخالفم. برای اینکه آینده نگری و آینده گویی هرگز و هرگز جزء علم و دانش نیست. اگر چیزی رو علم نگیره، نپسنده، اونو بذارید کنار، اصلا گمراه میشید. برای اینکه هیچ کس، هیچ ذاتی از آینده به جز خداوند نمیتونه آگاه باشه، حتی پیامبران، حتی پیامبران بخود بسیار بسیار در همین محمد پیامبر اسلام پیشبینیاش اشتباه در اومده. در یک کتابی خوندم گروز گزارش دادن که امشب سپاهیان کفار حمله میکنن به شما، بعد محمد یاران خودشو جمع کرد و جریان رو گفت و باهاشون مشورت کرد، اصلا اهل مشورت بود. خب بابا اگه میگی من پیغمبر خدا هم که باید همه رو بدونی که، ولی باز خوبه که میومد مشورت میکرد، مشورت کرد و مشاورینش هر کسی یه چیزی گفت، بالاخره گفتن نه آقا اینا جرئت نمیکنن به ما حمله کنن. خیالشون راحت شد، خوابیدن، نیمه شب بهشون حمله کردن و درب و داغونشون کردن، یعنی کشته زیاد دادن. خب میبینید که ما داری مسائلی که هنوز آینده رو نمیتونی ببینید. چطور یه آدمی که 700-800 سال پیش درگذشته به نام حافظ، حالا بیایم لای کتاب شما کنیم از شعرش آینده اون بفهمیم؟ نه، این کار در شأن یک انسان صده 21 نیست. حالا چرا این پرسش خانومی هم از من کرد که آقا پس چرا فقط از حافظ فال میگیرن؟ گفتم یه اتفاق ساده باعث شده این روش بمونه در مورد حافظ، و اون اینه که زمانی که حافظ در میگذره، از اونجا که آخوندها همیشه فضول هستن، همیشه میان فوری خودشون رو داخل میکنن، همون کار که برای فردوسی کردن، که شاید به علت اینکه آخوندها هم با فردوسی بودن با حافظ، در شب خرداد، شب یلدا، هر دو تا شاعر شاهنامه و غزلیاتشون خوانده میشه و با تجلیل و احترام. نذاشتن پیکر بی جان حافظ در گورستان مسلمونا چالش خاک بشه. گفتن ها این بی دین بوده، این گفته وای اگر از پس امروز بابت فردایی شک داشته،
بنابراین نمیتونه. خلاصه البته طرفداران حافظ هم زیاد بودن. اون طرفداران حافظ هم مقابله کردن و سخت ایستادگی کردن که نه آقای حرفا چیه، نه این آدم مسلمان بوده فلان. بالاخره گفتن یه کاری میکنیم، در یه کار توافق کردن. گفتم میایم از خود این حافظ یه فال میگیریم، هر چی شد برآورد میکنیم ببینیم چیه. فال گرفتم، این شعر اومد: قدم دریغ مدار از جنازه حافظ، که گرچه غرق گناه است میرود به بهشت. قدم دریغ مدار از جنازه حافظ، که گرچه غرق گناه است میرود به بهشت. حرف رو تمام کرد. این فال گرفتن رو شونه آقای حافظ موند دیگه. از اون به بعد همه هی میبادن فال میگرفتن از حافظ، در صورت که به نظر من هیچ یا یه اتفاقی بوده گذاشته و رفته. این کار فال گرفتن یه کار خرافاتیه و بی خود ذهنتونو مخشوش نکنی. سرور میلاد مفید، پرسیدن که در زمان حمله مغول سرداری بوده به نام بیلاخ خان. باز از همون پرت و پلا. من تعجب میکنم اینقدر ایرانی استعداد پذیرش هر یاوهی رو داره. آخه یک کمی فکر کنی در کجای تاریخ شما خونی. من تمام تاریخ مغول رو واژه به واژه، نه خط به خط، نه کتاب به کتاب، واژه به واژه بررسی کردم. سرداری به نام بیلاخ خان نداشتن؟ این چه مزخرفیست میگه. حالا ایشون نوشته، البته ایشون نپذیرفته، از پرسیده آیا این درسته یا نه، به نام بیلاخ خان. او این بوده که به این شلیا ایرانی‌ها رو نمی‌کشته، می‌گرفته انگشتاشون رو می‌بریده، فقط یه این شست بالا رو نمی‌بریده. حالا ساختگی اون آدم موذی و ریاکاری که خواسته به هم بزنه چیزی رو، اونو چیزی اینه چرا تا حالا نبوده. این به نظر من فقط و فقط عوامل جمهوری اسلامی برای که اعتقاد مردم رو بگیرن و توجه ندن به فارسی سرایی، بگن که آقا همه اینا همین حرفاست دیگه. بعد این کسایی که دستشون میبردن به همه میرسن برای اینکه بگن اون سردار ما رو کرده، چستشون نشون دادن میگفتن بلخ. سرور میلاد مفید، از شما در شگفتم، حتی اندکی هم به این یاوه ها توجه میکنید. این ساخته ها یا از سوی عوامل رژیم آخوندی درست شده و یا گروهی مسخره و بیدانش برای ریاکاری و برای حقبازی و برای خنده این رو ساختن. هرگز و هرگز نه آن را دوباره بر زبان بیاورید و نه اگر کسی آن را بازگو کرد خاموش بمانید. بیدرنگ در برابر اونها بایستید و نذارید که این چیزهای بیپایه و بیمایه در باور شما جای بگیره. سرور یا سرکار شیوا عسکری، چون نام های فارسی رو میشه رو مرد ها هم گذاشت، روی پسر هم گذاشت. من نمیدونم اینجا شیوا رو پدر مادر ایشون برای پسر گذاشتن یا برای بنابراین من میگم سرور یا سرکار شیوا عسکری. درباره خط کنونی پارسی و تاریخ پدید آمدن آن از من پرسیدم. سرور، شما می توانید برای آگاهی از خط و تاریخ زبان فارسی به بخش اول و دوم هر دو بخش کتاب من به نام ژرفای واژه‌ها بنگرید. این دو کتاب من راجع به تاریخ خط همه رو نوشتم. بیگمان پاسخ خود رو در خواهید یافت. سرور امید کریمی، پس جلد یکم یا دوم در ژرفای واژه‌ها راجع به تاریخ خط نوشته شده. در ضمن تو کتاب فروشی ها معمولا نیست، فقط در شکل کتاب است، ولی در خانه من زنگ بزنید با همین شماره‌ای که در پایین تصویر من هست، من براتون گفتگو میکنم که چگونه براتون میفرستم. سرور امیر کریمی پرسه واژه گو در زبان پارسی کهن به معنای پهلوان است. در گویش بختیاری
گوو میگن، به معنای برادر است. این نکته جالبی رو پرسیدن، بد نیست بررسی کنیم. میگه واژه گو در زبان پارسی کهن به معنی پهلوان است و در گویش بختیاری گوو به معنای برادر است. آیا میان این دو واژه پیوندی وجود دارد؟ پاسخ. سرور کریمی، در میان ایرانیان کهن سه جاندار بسیار گرامی و سودمند بودن، تا جایی که نام فرزندان خودشون ایرانی ها، نام بزرگان و ناماوران خودشون رو از میان این سه جاندار برمی گذیدن. خوب دقت کنید، این سه جانور عبارتند از سگ، اسب و گاو. سگ، اسب و گاو. در گذشته حتی نام پادشاه خود را تهمورس گذاشته بودند. به معنای سگ نیرومند. تهم یعنی نیرومند و اورس یا اوروسا یعنی سگ. حتی تیره بسیار دلاوری که در خاور ایران بود و هست به نام سکاها، اینا را سگ یا سگا می گفتن. هیچ هم ناسزا نبود. وقتی خیلی همراه و دوست و صمیمی و دلیر و بیباک بودن بهشون سکا یا سگ می گفتن. بنابراین می بینیم که سگ نام بدی نبوده. همچنین در زبان فارسی بیش از 40 نام از مردان ایرانی از واژه سگ گرفته شده. ببخشید، از واژه اسب گرفته شده، چون اسب یکی از چیزهاست، حیواناتی که خیلی مورد علاقه ایرانی ها، مثل تهماسب. تهم یعنی نیرومند، اسبم که همون اسبه که حالا چون چسبیده به تهم اسب خونده میشه، وگرنه تهم اسب نمیتونستم بگم. تهماسب یعنی سگ اسب نیرومند. جاماسب، اسب درخشان، اسم بچه هاشون میذاشتن، الان هم هستش، ما داریم. آرماسب، اسب آرام. ارجاسب، اسب ارجمند. زرسب، اسب زرین. گرشاسب، اسب لاغر. و و و و 40 تا که من در جلد دومه در جرفای واژه ها این 42 تا نام ها رو همه رو نوشتم. اگه میخواید بچه هاتون رو واقعا اسمشون رو فارسی بذارید و فارسی خوب، این راهنما براتون خیلی خوبه. همچنین اینجا پاسخ شما رو دارم میدم آقای امیر کریمی، نام مردان هم از نام گاو گرفته شده. شاید تعجب کنید. ببینید، یه چیزایی است در زبان بوده به علت تحولات اجتماعی معنای خودشون رو از دست داده، محبوبیت یا منفور بودن خودشو از عوض کرده. نام گاو گرفته که با آمدن اسلام به سرزمین ما و کشتن گاو و حلال بودن خوردن گوشت آن، از هر یک از این نام ها یک سرکش برداشتن. گاو بوده، یه سرکش رو برداشتن، در فارسی شده گاوه، شده کاوه، یعنی وابسته به گاو. کیگاووس شده کیکاووس، یعنی گاو بزرگ. گفتم کی به معنای بزرگه. گودرز، گودرز بوده به معنی گوساله، گاوی که یه سال کمتر عمرشه. خود واژه گاو هم گف شده. آدم های زورمند و نیرومندی که واقعا قدرتمند بودن بهشون گفتن گو، همون گاوه. ولی عیب نبوده، اونو نام اصلی بوده، دوستشون هم داشته. گیو یعنی پهلوان برتر. گو هم که گفتم یعنی پهلوان. گای و مرتا که همون گیو مرد بشه یا گاو مرد، کیومرسه.
گایو مرتا شده کایو مرتا کیو مرتا. مرت یا مرد به معنای مرد انسانه، گیو مرتا یا گاو مرد به معنی انسان، یعنی زمانی است که گاو تبدیل شده به انسان. اونها این عقیده ایرانی ها غیر از بینگ بوده که آدم تو بهش بوده و اینا، و این هیچ پیوندی، این گوی که شما گفتید با گوه بختیاری به معنی برادر نداره. شاید چون گاو تنها جانداری بوده که دوش به دوش آدمی کارهای سخت رو میکرده، از شیر او چندین ماده خوراکی ساخته می شده، در کشت و کار یاور بشر بوده، به او گوه می گفتن که به معنی یاور همراه با برادر و همراه و برادر، یعنی یا یاور یا همراه یا برادر گفته می شد. کیومرث یا گاومرث هم به معنای نخستین انسانی است که از شکل گاوی شده انسان. زمان من در اینجا به پایان رسید. مهندس سپر روی تلویزیون، پرده تلویزیون، روی تلویزیون فقط مانیتور نوشت که زمان پایان یافت. با سپاس از شما که زمانی از وقت خودتون به این برنامه دادید، با سپاس از مهندس سپر در اتاق فرمان، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران.